بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما خوبان. امیدوار هستم که صحتمند و سرحال باشید. دوستان عزیزی که در چنل یوتیوب ما نو هستند، ازشان خواهش میکنم که چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنند، با دوستان خیش شریک بسازند و همچنان منتظر کامنت های شما عزیزان میباشیم. خوبان روزگار، این بار در خدمت شما با درد دل دختران با آقای رئیس جمهور هستم. البته این درد دل یا این متن ها نه تنها درد دل دختران با آقای رئیس جمهور کشور ما هست، بلکه درد دل و گفته های مادران، همسران، دختران و بانوان و خواهران کشور ما هستند که مخاطب خاصشان آقای رئیس جمهور می باشد. و امیدوار هستم که شما دوستان عزیز این ویدیو را با دوستان خیش شریک بسازید. آقای رئیس جمهور، حس و حال دل من هیچ وقت معیار ندارد. حس و حال من هیچ وقت معیار ندارد که بگویم حال من میزان خوب بودنش تا چقدر میرسد. من همین که صدایش را نشنوم و یا خدا نیارد روزی را که نبینمش، خراب خرابم. کاش می دانستم میزان عشقت را نسبت به بیبی گل چه بگویم. تو اصلا عاشق نشدی، وگرنه یک بار، فقط یک بار فکر می کردی انتحاری را که می فرستم فرزند کدام مادر، خواهر کدام برادر، پدر کدام دختر، شوهر کدام زن، مادر کدام فرزند، برادر کدام خواهر، نامزد کدام نفر، معشوقه کدام عاشق و عشق کدام دختری را در کجای این خاک نابود خواهد کرد. آقای رئیس جمهور، تو جای من نیستی که بفهمی بعد هر انفجار چه میگذرد بر من. تو جای مادری نیستی که بفهمی بعد هر انفجار چه میگذرد بر او. و همینطور تو جای خیلی ها نیستی تا درکشان کنی چه دردی بیکشند بعد از هر انفجار و چه بلایی بر سرشان می آیند. آقای رئیس جمهور، تو جای من نیستی که بفهمی بعد هر انفجار من چه حالت خرابی دارم، تا بدانم حالش خوب هست و در صحنه انفجار نبوده است. بیا این بار با هم به تفاهم برسیم. من به تو رأی می دهم و تو از مادر، پدر، برادر، خواهر و عشق من مواظبت کن. انتحاری که می آید بگو، تصاویر را در هر انفجار مراعات کنم. هدف اگر برداشتن و کشتن است، من و عشقم را با هم بردارد. آقای رئیس جمهور، چه بگویم؟ تو هیچ وقتی ما را نمی فهمی. هیچ وقتی.